در حالی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در هفته اخیر به شکل سرسام‌آوری در داخل کشور رو افزایش است و آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت نزدیک به بیش از 7000 مبتلا و بیش از 200 نفر قربانی را نشان می‌دهد که آمار قربانیان حداقل دو برابر بیش از این می باشد و نمایندگان گیلان در مجلس خواستار اعلام وضعیت اضطراری در گیلان شدند مقام های مرتبط همچنان بر ضرورت خان نشینی مردم تاکید دارند و تاکید شده است که تنها راه کنترل بیماری شناسایی افراد مبتلاست سازمان های درمانی انجام دهنده ی تست کرونا اعلام کردند که این تست رایگان فقط برای افراد بستری انجام خواهد شد. در این صورت به گفته کارشناسان امکان قربالگری افراد سالم و بیمار همچنان ممکن نخواهد بود و با پایان یافتن قرنطینه خانگی و خودخواسته مردم بار دیگر با تردد افراد احتمالی آلوده در سطح شهرها شیوع بیماری در وضعیت پیک قرار خواهد گرفت. گرچه اعلام شده است که تست کرونا برای افراد بستری رایگان خواهد بود اما وزارت بهداشت بارها اعلام کرده است تعداد قابل توجهی از مبتلایان به کرونا ممکن است هیچ علامتی نداشته باشند و با این حال ناقل ویروس باشند بسیاری از متخصصان تاکید دارند که تنها راه کنترل ویروس کرونا در شرایط فعلی شناسایی بیماران از طریق انجام تست افراد مشکوک و قرنطینه این افراد است و چنانچه امکان انجام تست برای افراد مشکوک وجود نداشته باشد امکان غربالگری جامعه هم نخواهد بود و با تردد مداوم افراد ناقل بیماران هم افسایش خواهد یافت. در تمامی کشورها تا کنون میلیون ها تست کرونا بر روی افراد مشکوک انجام شده که همین امر هم امکان ارائه آمار دقیق مبتلایان را فراهم می کند و هم امکان کنترل بیماری را فراهم می کند اما در ایران که به واسطه تحریم ها از یک سو و مقاومت حاکمیت در ارائه آمار دقیق از سوی دیگر و عدم تعامل فعال با جامعه بین المللی چنین امکاناتی فراهم نشده و چنین اقدامی صورت نگرفته عدم ثبت تعداد دقیق مبتلایان علاوه بر اینکه ارائه آمار دقیق مبتلایان و کنترل شیوع بیماری را غیر ممکن می کند بیش از پیش به بیاعتمادی مردم به دولت دامن می‌زند اعتراض ها به وضعیت زندانی ها همچنان ادامه دارد در ادامه بیانیه هایی که در خصوص درخواست مرخصی برای زندانیان سیاسی صادر شده عذرا بازرگان مادر نرگس محمدی زندانی سیاسی نیست روز یک شنبه هشته اسفند مصادف با روز جهانی زن در نامه ای به رئیس قوه قضاییه ضمن اعتراض به برخورد قوه قضاییه با نرگس محمدی از این قوه به خاطر نحوه برخورد با دخترش انتقاد کرده و با اشاره به اینکه شرایط نرگس محمدی حتی از مجرمین قتل و قاچاق مواد هم بدتر است اظهارات رئیس قوه غذایی را در این خصوص که وضعیت زندانیان امنیتی از بقیه زندانیان بهتر است نادرست خوانده است خانم بازرگان در اعتراض به اینکه نرگس محمدی در بین زندانیان با جرائم عادی زندگی می کند به وضعیت بسیار ناگوار بهداشتی وی در زندان اعتراض کرده و اظهار داشته است هیچ مواد ضد عفونی حتی با هزینه شخصی در اختیار زندانیان قرار داده نمی شود او در بخش دیگری از اظهاراتش به بیماری های نرگس محمدی اشاره و خاطر نشان کرده است وی زیر بازجوی های طولانی و سلول های انفرادی دچار بیماری های گوارش، اعصاب و مری شده است بازرگان همچنین با اشاره به جراحی های سنگین بیته زندان به بیماری ریه او اشاره کرده و نگرانی خود را از وضعیت سلامت نرگس محمدی ابراز داشته است او در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضایی به تهدید نرگس محمدی توسط فردی با جرائم قتل، سرقت و مواد اشاره کرده و گفته است وی دخترش را تهدید جنسی و جانی کرده است. بنا به گفته خانم بازرگان مسئولین زندان در جریان هستند اما اقدامی نکردند وی ضمن ابراز نگرانی از سلامت جسم و روان نرگس محمدی ضمن اعلام خطر نسبت به سلامت وی تاکید کرده است مسئولیت هر اتفاقی در خصوص نرگس محمدی متوجه دستگاه قضایی است در همین حال نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل مدافع دختران خیابان انقلاب که با جرم همین وکالت در زندان است در پیامی که از زندان به مناسبت روز جهانی زن ارسال کرده و در مجله تایم منتشر شده به نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران اشاره کرده و تاکید کرده است به علت توجهی جمهوری اسلامی به حقوق زنان باید به روز جهانی زن توجه داشت نسرین ستوده همچنین در این یادداشت به شیوع ویروس کرونا در ایران اشاره کرده و یادآور شده است این موضوع سلامت زندانیان را به خطر انداخته است این زندانی سیاسی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است به خصومت و دشمنی با جهان پایان دهد نسرین ستوده که باید دوازده سال را در زندان سپری کند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نشر عکازی و تشویش اسهان عمومی در زندان است اما اتهام اصلی وی پذیرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب است که در سالهای اخیر در اعتراض به هجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران اقدام به برداشتن روسری کرده بودند در پی شیوع کرونا در ایران و علیرغم نامه نامه‌های متعددی که از طرف گروه‌های مختلف مدنی برای دادن مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی به قوه قضاییه داده شده، هنوز هیچ اقدامی برای آزادی این افراد از زندان از طرف دستگاه قضایی صورت نگرفته است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی به دادسرا دستور داده بود تا اطلاع سانوی دستگیری جدیدی انجام ندهند و همچنین به زندان‌ها دستور داده بود در دادن مرخصی به زندانیان اقدامات لازم را انجام دهند اما این اقدام شامل زندانیان سیاسی نشده است در حالی که حصر سران جنبش سبز وارد دهمین ده سال خود شده و همزمان با شیوع کرونا و قرنطینه خانگی مردم ایران بسیاری این قرنطینه را یادآور ده سال حبس خانگی موسوی رهنورد و کروبی دانستند زهرا رهنورد با ارسال پیامی از سران جمهوری اسلامی خواسته است امکانات پیشگیری و بهداشتی را بدون تبعیض و رایگان در اختیار همه اقشار نیازمند جامعه قرار دهند وی همچنین در حالی که سران جمهوری اسلامی را حاکمان خطاب کرده از آنها خواسته است آزادی زندانیان را سرعت بخشد. زهرا رهنورد به کندی آزادی زندانیان اشاره کرده و از حاکمان جمهوری اسلامی خواسته است تا این روند کند را سرعت بخشند. زهرا رهنورد همچنین با اشاره به روز جهانی زن به همزمانی این روز با تولد حضرت علی و روز پدر اشاره کرده و این روز را به مردم تبریک گفته است. وی در ادامه با انتقاد از اطلاع رسانی دیرهنگام درباره وجود کرونا در ایران این اقدام را پیامد مصالح سیاسی مقام‌های جمهوری اسلامی دانسته است. رهنورد در بخشی از پیام خود به فداکاری و ایثار جامعه پزشکی برای کنترل بیماری اشاره کرده و گفته است: "تعلل حاکمان جمهوری اسلامی موجب شده است تا ایران به یکی از صدرنشینان اخبار تلخ در خصوص کرونا تبدیل بشود." وی تاکید کرده است مقام های جمهوری اسلامی باید به جبران این خسارت امکانات بهداشتی را به دور از هرگونه گرایش تبعیض‌آمیز منزلتی، طبقاتی و جنسیتی به طور رایگان در اختیار همه قرار دهند. شرایط وخیم شیوع ویروس کرونا در کشور امکان برابری در توزیع امکانات را از دولت جمهوری اسلامی سرد کرده است و دولت حتی اگر هم بخواهد امکان توزیع برابر این امکانات را ندارد دولت به علت ناتوانی از مدیریت در شرایط مسئولیت قرنطینه و نیز کنترل اپیدمی را به جای اینکه خود در دست بگیرد به عهده مردم گذاشته است این در حالی است که بسیاری از مردم به علت فقدان امکان اقتصادی لازم و نیز محدودیت های آموزشی و فرهنگی ممکن است به کلی قادر نباشند این اقدامات را انجام دهند و خود را از شیوع ویروس دور نگه دارند بسیاری از افراد و همین جمله فعالان مدنی و اجتماعی همچنان امیدوارند که با یادآوری مسئولیت ها و وظایف دولت و حاکمیت بتوانند آنها را نسبت به انجام وظایفشان هوشیار کنند و آنها را ترغیب کنند تا شرایط را برای مردمی که از حداقل امکانات برخوردارند کمی بهبود بخشند اما تجربه های مختلف و به ویژه تجربه مدیریت بحران جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سران جمهوری اسلامی همچنان علاقه و توجهی به بهبود شرایط برای مردم ندارند و حتی از حداقل امکانات خود نیز برای بهبود برخی از مشکلات استفاده نمی کنند. در حالی که در روزهای اخیر انتقادات زیادی نسبت به سخنان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر آمل ایران در نیمه دوم بهمن ماه که گفته بود هیچ علامتی از وجود کرونا در کشور وجود ندارد مطرح شده است وی در واکنش به این انتقادها اظهار داشت مجبور بوده است نسبت به ابعاد مسئله سکوت کند و مسائلی را بیان نکند دلاوری روز یک شنبه با بیان این موضوع که تلاش های وی در شبکه پنج برای گفتگو با سردار جلالی بیفایده بوده است اظهار داشت سردار جلالی در شرایطی که تلویزیون علاقه به گفتگو درباره پدافند غیر آمل ندارد بارها با تلویزیون تماس گرفته و درخواست گفتگو برای توضیح درباره پدافند غیر آمل کرده است اما در حال حاضر که لازم است برای توضیح درباره شرایط خاص کشور در تلویزیون حاضر شود با بیان اینکه وقتی برای این کار ندارد از گفتگو شانه خالی کرده است در همین حال سردار جلالی در واکنش به دلاوری مجری شبکه پنج تلویزیون که وی را به عدم پاسخگویی متهم کرده است ضمن تقدیر از جسارت مجری شبکه پنج تلویزیون عنوان داشته است که وی بر اساس فهم خود از قضیه طرح مسئله کرده است جلالی با اشاره به اینکه همواره تلاش کرده است تا دعوت رسانه ها را بدون پاسخ نگذارد اظهار داشت وی خبرنگاران را نماینده ملت میداند رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به موضوع رابطه بین کرونا و جنگ بیولوژیک در گفتگو با دیگر خبرگزاری ها گفته است ابعادی را بیان کرده و درباره ابعادی از مسئله مجبور است سکوت کند و اظهاراتی را بر زبان نیاورد وی در ادامه خاطر نشان کرده است ممکن است اظهارات انتقادی دلاوری موجب شود تا قفل این موضوع شکسته شود و موضوع برای مردم شفاف شود این اظهارات جلالی واکنش مثبت برخی از شبکه های مجازی من جمله دولت بهار را که وابسته به احمدی نژاد است به دنبال داشته است این کانال خبری وابسته به احمدی نژاد با ربط دادن موضوع به دولت حسن روحانی تلاش کرده است تا سردار جلالی را ترغیب کند تا اسرار ناگفتنی خود در این خصوص را بیان کند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران نیز چندی قبل و پس از آشکار شدن خبر شیوع کرونا ویروس در ایران در نامه به رئیس سازمان بهداشت جهانی شیوع کرونا در کشور را اقدامی تروریستی نامیده و ضمن محکوم کردن اقدامات بیوتروریستی خاطر نشان کرده بود که سازمان بهداشت جهانی باید نسبت به اقدامات بیوتروریستی علیه دیگر کشورها هوشیار باشد و واکنش های مناسب نشان دهد. حسین جلالی پیش از این در گفتگو با خبرگزاری ها تاکید کرده بود سازمان پدافند غیر عامل از زمان آغاز بیماری کرونا درگاه پدافند زیستی کشور را فعال کرده و از همه آزمایشگاه های کشور نتایج را دریافت کرده است وی تأکید کرد مشخص شده است هیچ مورد اثبات شده ی ورود کرونا به کشور وجود ندارد کمتر از یک هفته از اظهارات سردار جلالی در خصوص منفی بودن وجود کرونا در ایران به طور رسمی اعلام شد کرونا در کشور وجود دارد و در کمتر از 24 ساعت کشور به حالت آماده باش درآمد و در 24 ساعت بعدی کشور تقریبا در حالت نیمه تعطیل قرار گرفت که هنوز هم ادامه دارد مقام های مرتبط در کشور همچنان بر بحرانی بودن شرایط تاکید دارند و خاطرنشان می کنند در دو هفته آینده شرایط همچنان بحرانی باقی خواهد ماند. این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند شرایط بحرانی در کشور در ماه‌های آتی هم ادامه خواهد یافت. شرایط فعلا در مرکز ایران و شهرهای نزدیک به قوم که کانون شیوع بیماری است بحرانی است. به گفته کارشناسان با انتشار بیماری در دیگر بخش‌های کشور پیش بینی می‌شود که کانون‌های بعدی بحرانی در کشور شرق، جنوب، جنوب غربی و غرب کشور خواهد بود که طی دو هفته آینده موج شیوع آنها خواهد رسید و در دو ماه آینده شرایط بحرانی را در این استانها و مناطق رقم خواهد زد. شرکت هواپیمایی هما در اعلامیه ای از لغو پروازهای خود به اروپا خبر داد. هما بعد از اعمال جدید تحریم آمریکا نمی توانست نرم افزارهای هواپیماهای جدید خود را بروز کند و لذا در مسیر اروپا از هواپیماهای قدیمی استفاده می کرد و اکنون به نظر می رسد با توجه به گستردگی آمار شیوع کرونا در ایران هواپیمایی هما از سوی این کشورها مجبور به تعلیق پروازهای خود شده است و بریتانیا قبلا مسافران ایرانی را به دو هفته قرار گرفتن مجبور ساخته بود. با این حساب درگاه هوایی ایران عملا بر روی بسیاری از کشورها بسته مانده و مرز زمینی ایران نیز در اکثر مرزها چنین وضعیتی دارد ناکارآمدی مدیران و بیاعتمادی ناشی از عدم صداقت مسئولان ایرانی سبب شده که کشور در چنین وضعیتی قرار گیرد هما گفته که رایزنی جهت رفع تعلیق و برقراری مجدد پروازها به مقاصد اروپایی در حال انجام است البته بعید به نظر میرسد تا رفع این مسئله این پرواز ها مجددن وصل شود. <متصفيق> به گزارش CNN به دنبال شکست توافق روسیه و عربستان سعودی برای کاهش تولید از سوی روسیه دولت عربستان سعودی در اقدام بی سابقه که به جنگ قیمت نفت دولت مشهور شد قیمت های نفت را در حدود سی درصد برای همه مشتریانش برای فروش در ماه آوریل کاهش داد و قیمت را به بشکه 32 دلار رساند که از سال 2008 چنین قیمتی سابقه نداشته است. پس از نشست اوپک پلاس با روسیه در روز پنجشنبه و جمعه گذشته با عدم موافقت مسکو برای کاهش بیشتر تولید قیمت نفت کمی کاهش پیدا کرد. روسیه اعلام کرد که با کاهش بیشتر موافق نیست اما با تمدید این توافق مشکلی ندارد. اما کسی انتظار این اقدام را از سوی عربستان نداشت. به این ترتیب توافق سه ساله اوپک با تولید کنندگان دیگر نفت از هم پاشید و هر کدام از این کشورها اجازه دارند از ابتدای ماه آوریل هر اندازه که میخواهند تولید داشته باشند. این در حالی است که شیوع گسترده ی ویروس کرونا در چین و گسترش آن به کشورهای دیگر باعث تعطیلی و کند شدن روند تولید کالاها در سراسر جهان شده است و میزان تقاضای نفت خام را قبل از نشست اوپک شدیدا تحت تاثیر قرار داده بود بازارهای آسیایی سهامشان تحت این عمل افزایش یافت ولی تحلیلگران منتظر واکنش بازار آمریکا به این اقدام هستند چون با توجه به اخبار کرونا بازار آمریکا وضعیت متزلزلی دارد رجب طیب اردوغان ابراز امیدواری کرد که در گفتگوهای امروز دوشنبه با اتحادیه اروپا بتواند این اتحادیه را به حمایت بیشتر از مهاجران ترغیب کند اردوغان در یک سخنرانی روز یکشنبه در استانبول گفت ما امیدواریم که در بحث مربوط به پناهجویان حمایت بسیار بیشتری را از جامعه بین المللی دریافت کنیم. من فردا با مقامات اتحادیه اروپا در بلژیک دیدار و درباره این موضوعات با آنها گفتگو خواهم کرد. گفتنی است از روز 28 فوریه که دولت ترکیه اعلام کرد دیگر مهاجران را در خاک خود نگه نخواهد داشت ده هزار مهاجر تلاش کردند تا به خاک یونان وارد شوند ترکیه میزبان 3.5 میلیون پناهنده از سوریه است مقامات آنکارا میگویند که اتحادیه اروپا در عمل به تعهدات مورد توافق خود با ترکیه در قبال مهاجران قصور ورزیده است اروپا نگران ورود موج جدید پناهندگان است به گزارش CNN ایتالیا در حال حاضر پس از چین بیشترین تعداد ابتلا و مرگ به دلیل ویروس کرونا را در جهان دارد. روز یکشنبه شنبه 133 نفر در ایتالیا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و مرگبارترین روز ایتالیا در مواجهه با کرونا نام گرفت و بدین ترتیب مجموع قربانیان این ویروس در این کشور اروپایی به 366 نفر رسید. همچنین روز یکشنبه ابتلای 1492 نفر دیگر در ایتالیا به ویروس کرونا مثبت اعلام شد تا مجموع مبتلایان به این ویروس در ایتالیا به 7375 نفر برسد. فرانسه نیز امروز از مرگ سه نفر دیگر در این کشور به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. شمار قربانیان کرونا در این کشور به 19 نفر رسیده است و شمار مبتلایان در این کشور به 1126 نفر رسید. مقامات آمریکایی نیز روز یکشنبه اعلام کردند که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 550 نفر رسید است و 19 ایالت اعلام کردند به این ویروس مبتلا هستند و نیویورک اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. همچنین ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که مبتلایان به کرونا در این ایالت به 105 نفر رسیدند. برخی گزارشان نشان می دهد که وضعیت کرونا بسیار وخیم تر از آن است که در آمریکا گزارش می شود و قطعا بازار سهام آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین ریاست جمهوری ترامپ رانیز نیز می تواند مورد مناقشه قرار دهد. آخرین گزارش های حاکی از شیوع ویروس کرونا در جهان حاکی از آن است که بیش از 100 هزار نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. تکافو برای آمادگی بیشتر در مقابل با ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از روزهای گذشته شده است پس از ایالت واشنگتن که بیشترین مورد ابتلا به ویروس کرونا در آن گزارش شد ایالت کالیفرنیا و مریلند هم گزارش های از این دست ارائه کردند در اواخر هفته فرماندار مریلند از مشاهده سه مورد ابتلا به ویروس کرونا خبر داد برآوردها نشان میداد هر سه مورد مسافران کشتی مسافرتی بودند که از مصر عازم امریکا بوده است با این همه نشریه هیل گزارش میداد مقامات دولت روز یکشنبه در جلسه به همین منظور در پی بررسی راههای مقابله با این بیماری بودند در سوی دیگر دکتر جروم آدامز در مصاحبه مطبوعاتی میگوید ما در مرحله کاهش و پیشگیری هستیم با این همه او میگوید مشخص است که در این مرحله ما شاهد مرگ و میر عدهای خواهیم بود اما این نباید دلیلی بشود که وحشت دکتر آنتونی فاوسی هم میگوید من بعید میدانم در این مرحله ایالات متحده امریکا تعطیلات عمومی داشته باشد او میگوید ما نمیخواهیم مردم را نگران کنیم اما امکان هر چیزی وجود دارد و باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهیم نشریه هیل می نویسد این مصاحبه مطبوعاتی در روز یک شنبه توسط این متخصصان در حالی صورت می گیرد که انتقاداتی به کاخ سفید در این زمینه وجود دارد و منتقدان می گویند که دولت در این زمینه اقدامات کافی را انجام نداده است هرچند که پیشتر پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بود دولت در این زمینه کاملا مسائل را تحت نظر دارد و جای نگرانی وجود ندارد در آن جی اینسلی فرماندار ایالت واشنگتن که ایالتش بیشترین شیوع کرونا را شاهد بوده میگوید اکنون آجانس های بهداشتی فدرال در این زمینه بسیار فعال هستند اما جدای از این اخبار و رویدادها نشریه هیل از منظر دیگری به احتمال شیوع کرونا در امریکا میپردازد و آن هم اینکه ممکن است شیوع این ویروس بر کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا تاثیر بگذارد اکنون رقابت های انتخاباتی میان دموکراتها به مرحله جدیتری رسیده و هر هفته رقبا میتینگ های تبلیغاتی را در ایالات و شهرهای مختلف می چند ماه دیگر هم ایالات متحده امریکا باید آماده برگزاری انتخابات سراسری ریاست جمهوری خود باشد. حال با وجود گسترش سریع ویروس کرونا در سراسر جهان و نگرانی های پیرامون آن، این نگرانی هم در ایالات متحده امریکا به ویژه در این روزهای داغ کارزار انتخاباتی دیده می شود و این مسئله مطرح می شود که آیا ویروس کرونا می تواند بر رقابت های انتخاباتی تاثیر بگذارد و تا چه اندازه باید در شرایط کنونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اجرای میتینگ های تبلیغاتی و تجمعات خودداری کنند هیل می نویسد البته شیوع این بیماری می تواند بر انتخابات اولیه ریاست جمهوری امریکا تاثیر بگذارد چرا که مرکز کنترل و پیشگیری و مراقبت های ویژه در امریکا به افراد هشدار داده تا حد ممکن از حضور در تجمعات و مکانهای شلوغ خودداری کنند از جمله در این رابطه خبرنگاران از برنی سندرز یکی از مهمترین نامزدهای دموکرات پرسیدند که تا چه اندازه میتواند تجمعات و میتینگ های انتخاباتی در شرایط کنونی ارزش ریسک کردن داشته باشند برنی سندرز میگوید میتینگ های تبلیغاتی او در هر کجای امریکا که برگزار شود با همانگی و اطلاعات مقامات بهداشتی است این نماینده دموکرات میگوید من عاشق تجمعات و میتینگ های انتخاباتی هستم اما سلامت هیچ کس را در این کشور به خطر نمی اندازیم.